میام بی تو دمی بیغم کجایی؟ شام نمیخوری؟ میام بی تو دمی بیغم کجایی؟ ندارم تو دل گرم کجایی؟ به من هر دم برایت ناله و آه، تو یاد آید رو خط هر دم کجایی؟ امشب خودم غذا درست کردم. مرداد خونه نیست؟ مرداد زیاد حالش خوب نبود، رفت پیش دوستاش. منم تصمیم گرفتم خودم غذایی رو که دوست داری برات بپزم. نمیخوای بشینی؟ چیه؟ چش ساکتی؟ هیچی، همینجوری. نکنه فکر میکنی پاک دیوونه شدم؟ نه ناهیدین، چه حرفی میزنی؟ سوپ؟ باورت میشه؟ از وقتی قرصامو نخوردم حس میکنم حالم خیلی بهتر. خوبه، تبریک میگم. وضعیت روحی جدید همسر عزیزمو جدا تبریک میگم. فروغ بهت زنگ زد؟ با تو هم تماس گرفت؟ من خودم بهش زنگ زدم. نمیخوری؟ فکر کنم دست پختم هنوزم مثل اون وقتا باش. چقدر این لباس بهت میاد؟ خیلی وقت بود نپوشیده بودیش. خودت اینو برام خریدی، یادته؟ آره، تازه از زندان اومده بودم بیرون. درسته؟ چه روزای بدی بود. چه خوب که تموم شد. چه خوب که همه چی داره تموم میشه. منه داره تموم میشه. همه چی داره اعدام جلال حتمیه. اون دزدی داره آخرین قربانیشم میگیره. من و تو هم میتونیم راحت و بی درد سر به زندگیمون ادامه بدیم. تو هم همینو میخواستی مگه نه؟ نه، من خیلی سعی کردم فروغ راضی کنم اما نتونستم. اصلا هم دلم نمیخواست آخر این قصه مرگ جلال باشه. چرا نمیخوری؟ خوب نشده؟ چرا؟ چرا؟ میخورم، میخورم. غذا خوردن برات سخته، مثل اینکه یه چیزی راه گلوتو بسته. تقدیر یعنی همین، نمیشه تغییرش داد. حق با فروغ بود. اگه فروغ میخواست چی؟ بازم نمیشد تغییرش داد؟ کاش میشد فهمید مرگ کی و کجا به نفع آدمه. جلال هنوز فرصت داره که زنده بمونه. شاید اگه تقاضای عفو کنی. نه، راه آسون تری هم هست. این راه از این خونه نمیگذره. مرگ یه بیگناه اینقدر برات بی اهمیته؟ جلال بیگناه نیست.
جلال قربانی. اینو من و تو بهتر از هر کس دیگه ای میدونیم. قربانی من و تو. بند بند این خونه زندگی مدیون قربانی شدن جلال. دستای جلال از من و تو پاکتره. میبینی یوسف؟ میبینی؟ این دستا بعد این همه سال هنوز بوی خون میده. من از کابوسم دیوونه نشدم. من از بوی خونه که مریض شدم. من سالهاست با بوی خون میخوابم. با بوی خون بیدار میشم. با بوی خون. تمومش کن ناهید. بوی خون توهم توه. دستای خونی تو هم توهمه. الان واقعیت من و تو مهدادیم. همه چیز سالها پیش تموم شده. میفهمی؟ نمیفهم. دلم نمیخواد بفهمم. من فقط بیخوابیامو میفهمم و قرصایی رو که هر روز یه مشت از اونا رو باید بریزم تو حلقم. پس اینم بفهم، اعدام جلال یعنی زیر خاک رفتن آدمی که بودنش میتونه من و تو رو برای همیشه بیخواب کنه. این همه سال از من مراقبت کردی که چی بشه؟ یه شاهد برای روزای تنهاییت میخواستی؟ تو دوستم نداشتی؟ تو دوستم نداشتی آسف؟ از من میترسی؟ سالهاست از من و مریضیم و بیخوابیام و قرصام میترسی. غذا سرد شده، از دهن افتاد. چقدر وقت صرف کردم. فکر میکردم میتونم خودم رو کنترل کنم و شب آروم و قشنگ و با تو بگذرم، ولی دیدی نشد. نمیشه. هر کاری هم میکنیم با اون همه قرص و دارویی که بهم میدین نمیشه. فردا میخوام برم پیش پلیس، همه چیزو براشون تعریف میکنم. بعد آزادش میکنم، مگه نه؟ آزادش میکنم. حرفم رو جدی بگیر آسف. جدی گرفتی؟ اگه لازم باشه منم همراهت میام. این همه سال با هم بودیم، تا آخرش هم با هم میمونیم. تازه رفته بود کلاس اول، اما الان واسه خودش مردی شده و داره یه زندگی تازه را میندازه. آره، روزای خوبی بود، ولی مثل این که روزای خوبمون داره تموم میشه. خیلی بده که همه چی داره تموم میشه. خیلی بده ناهید. میفهمی؟
قرصمو برم بیاری بالا. ناهید، ناهید، صدای منو میشنوی؟ میخوام باید حرف بزنم، گوش میدی به حرفم؟ آره؟ تنهایی سخته، تو اینو بهتر از هر کسی میدونی. میدونی من چقدر تنهایی کشیدم سالها توی سلول، فقط به امید شما. موندن به اجبارم سخته، چاره نیست. گاهی حاصل عشق تنهایی، مجبوری بهش تن بدی. میشنوی ناهید؟ من همیشه از تنهایی میترسیدم، برای همینم تلاش کردم که تو رو از دست ندم. سعی کردم همیشه خوب باشی، آروم باشی، خوب بخوابی. نشد، نتونستم. منو ببخش ناهید، منو ببخش. Thank you.
آروم بخواب ناهید، بدون قرص، بدون کابوس. دیگه هیچی اذیتت نمی کنه، هیچی بیخوابت نمی کنه. الان دیگه هیچ غیر از آرامش منتظرت نیست. اولش یکم سخته. تحمل آرامش بعد از یه زندگی سخت آسون نیست. ببخش منو ناهید. ببخش. باور کن دلم نمیخواست اینجوری تموم بشه. اما تو راحت شدی. ولی تازه اول گرفتاری ما زنده هست. دخترم غزل، اینجا همه چی خوبه، هوا خوبه، من خوبم، فروغم خوبه و مشتاق دیدنت. لیلا خوبه و ندیده دلتنگت مثل من. بهت گفته بودم که شاید کمی دیر برگردم. بهت گفته بودم که شاید کمی دیر برگردم، ولی الان مطمئنم که برگشتی در کار نیست. اما لیلا حتما اقدام میکنه و تو هم میای به جایی که براشون غریبه نیستی. منم منتظرت میمونم. سوالای بی جوابم تمومی نداره، از همه و از خودم. اونقدر که شاید باقی عمرم به فهمیدن قصه هایی بگذره که در نبودنم اتفاق افتاده. منو فراموش نکن. خانواده دور از خودتو فراموش نکن. پدرت جلال. از اینکه مجبور بودم نامتو بخونم معذرت میخوام. وظیفه است. وقتی تو هم به سن و سال من برسی میفهمی که هیچ چیز خصوصی تو این دنیا وجود نداره. ما هممون تو اتاق شیشه ای زندگی میکنیم که خودمون خبر نداریم. اگه اینجوری باشه که ما پلیسا بیکار میشیم، چون دیگه هیچ مجرمی جرأت نمیکنه کار خلاف قانون بکنه. فکر میکنم به زودی از اینجا ببرنت زندان. تو وقت دادگاهت برسه. خیلی طول میکشه. پرونده تقریبا تکمیله. بخش اصلیش که از مدت ها پیش بسته شده، فقط مونده بود اومدن من. هنوز یه راهایی هست.
میتونی از زنت یا شاید دخترت بتونه کمکت کنه. دلم نمیخواد پای دخترم بیشتر از این به ماجرا کشونده بشه که توی اون پرونده واقعا همه چی روشنه. متوجه نمیشم منظورت از همه چیز چیه؟ تکلیف یکی سه پر از پول توی اون پرونده معلوم شد؟ من شک ندارم که اون پولا رو تو بر نداشتی. کسی که به قتل اعتراف میکنه جرأت اعتراف به دزدی هم داره. آصفم اگه به برداشتن پولا اعتراف میکرد شاید زندانی کمتری میکشید. فقط میمونه فرخ که اون پول در مقابل مرگ فرخ چندان اهمیتی نداره، لااقل الان نداره. دادگاهت خیلی طول نمیکشه. سرباز طاهری، اون شب که من با فرخ درگیر شدم فقط یه گروه از اون اسلحه لعنتی در رفت. خب پس چرا فرو گفت من با دو تا گروه فرخو کشتم؟ چون تو بدن برادرش دو تا گوله بوده. من اون اتفاق روزی هزار بار به خاطر میارم. نه اشتباه نمی کنم. فقط یه گلوله از اون اسلحه شلیک شد. بهت حق میدم که اون داستان رو جوری برای خودت بازسازی بکنی که به نفعت باشه. کلافه نشه آقای مهندس، متاسفم، ولی راستش مجرما حافظه خوبی ندارن. شجاع‌ترینشون وقتی به ته خط میرسن یادشون میره چیکار کردن. اول دنبال یه همدست میکردن، بعد میگن جنون آنی بوده و از این ادعاها، دست آخرم کاری رو میکنن که همه اول باید میکردن، میافتن به دست و پای صاحب خون. برای من بردن یا باختن توی ماجرا فرقی نمی. میدونی چرا؟ ولی گلوله دوم کار من نیست. داری قتل و گردن رفیقت میندازی؟ من اسم کسی رو بس کن جلال. جرأت کن اسمشو به زبون بیار. یا تو فرخو کشتی یا آصف. آخه جز شما دوتا که کسی اونجا نبوده. بگو اسمشو. همین الان رفیق تو اتاق بغلی نشست و منتظره. گرچه اومدنش به اینجا ربطی به این پرونده نداره. ناهید همسر آصف مرده. چقدر هم دیگر رو دوست داشتم. چرا؟ چجوری؟ ظاهراً تو خواب. البته هنوز دقیقاً معلوم نیست. تو چی فکر میکنی؟ دارم میخواد برگردم سلولم. میخوام تنها باشم. خیالت راحت باشه، خودم برات پستش میکنم. سفارشی. سرباز
کی به شما اجازه داد بیاین اینجا؟ ببرش. بابا 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 من اومدم اینجا تو رو ببینم. حتما میدونی چرا ازتون خواستم که بیاین اینجا. جناب سرگرد مسئولیت پرونده رو به عهده دارم. طبق نظر پزشکی قانونی خانم شما به دلیل مصرف بیش از حد مجاز قرص‌های خواب‌آور و گزارش دکتر مخصوص خانمتون اختلال تنفسی شدید رو تایید میکنه. خفگی در خواب عمیق. دلم نمیخواد بیشتر از این تو سردخونه بمونه. شما آخرین بار کی مادرتون رو دیدید؟ صبح پیش از بیرون رفتن از خونه. حالشون چطور بود؟ منظورم اینه که جناب سرگرد گفتم بهتون اون موقع مهرداد خونه نبود. من آخرین کسی بودم که زنده دیدمش و اولین کسی که جنازه‌شو دیده. میشه این سال جواب رو بذاریم برای وقت دیگه؟ نه. وقتی رسیدم خونه حالش خوب نبود، حتی نموند با هم شام بخوریم. سعی کردم یه کمی باهاش شوخی کنم که سر حال بیاد، اما فایده نداشت. انگار دلش نمیخواست به حرفم گوش بده. بهش گفتم برای هواخوری بریم بیرون. گفت خسته است، میخواد بخوابه. روانپزشکشون گفته که به شما هشدار داده بوده که حالش وخیمه و ممکنه که 3 سال پیش حالش خیلی بدتر بود، اما داروهاش آرومش میکرد. فکر نمیکردم این کارو بکنه. میشه تمومش کنین؟ گفتم دلم نمیخواد مادرم بیشتر از این تو سردخونه بمونه. آروم باش پسرم، آروم. مهرداد پسرم حالش خوب نیست، اجازه هست ما بریم بعدن؟ کی فهمیدین که خانمتون فوت کرده؟ روی مبل جلوی تلویزیون خوابم برده بود. 2-3 ساعت بعد یهو از خواب پریدم، تلویزیون رو خاموش کردم، رفتم بالا. در از تو قفل بود. ترسیدم خیلی، صداش زدم، چند بار داد زدم،
اون شب خدمتکارمون خونه نبود. بالاخره در رو به زور باز کردم رفتم تو. شما کجا بودین؟ سوالمو نشنیدی؟ تمومش کنید دیگه. من دلم نمیخواد بیشتر از این مادرم تو سردخونه بمونه. یه خود دیگه سب کن فرداد. با هم میریم سب کن. آقای محترم، قرار نیست ما اینجا کروکی تصادف بکشیم. میخواییم تکلیف مرگی آدم. میخواییم مطمئنشین که من مادرمو نکشتم. یه آقا زنشو، درسته؟ ما داریم وظیفمون رو انجام میدیم و از شما هم توقع داریم که با ما همکاری کنید. اگه با همین سوال جوابا معلوم بشه که وقتی شما نبودین و پدرتون خواب بودن، یه نفر خانم کیایی خفه کرده، باز اینجوری سر ما داد میزنید. ما تا کی باید اینجا باشیم؟ گزارشمون که کامل شد، شما میتونید جسد خانمتون رو دفن کنید. فعلا خدافظ. آقای کیایی، چند سال از ازدواج تو میگذشت؟ 31 سال. یعنی پیش از دوران زندانتون ازدواج کرده بودی؟ درسته. بسیار خوب، بفرمایید، میتونید تشریف ببرید. مهرداد، حالش خوب نیست، تنهاش نذار. ولی حال خودتونم خیلی بهتر از اون نیست. نگران من نباش، مهرداد الان به تو احتیاج داره. برو دنبالش. برو لیلا. جلال مطمئنه که فقط یه گوله شلیک شده، اما توی پرونده قطع با 2 گوله تایید شده. تنها آدم زنده اون ماجرا آصف بوده. جسد نیمه سوخته انتظام ته یه دره پیدا میشه. انتظام معاون آصف بوده. یه زنی توی اتاق خوابش میمیره. توی اون خونه فقط یه نفر دیگه بوده. اسم اون آدم آصفه. خب جناب قاضی، معطلش نکن، حکمم صادر کن. این پرند چند ماه اخیر مهرداد کمالیه. مهرداد کمالی کی هست؟ همه کاره آصف. 3 روزه که هیچ تماسی نداشته و از دیروز هم تلفنش خاموشه. خب شاید قبض تلفنشو پرداخت نکرده. البته خودش هم غیبش زده. مهرداد کمالی 15 سال پیش فامیلیشو عوض کرده. اسم واقعیش مهرداد مقدمه. فرزند حمید مقدم. حمید مقدم؟ حمید مقدم رئیس همون بانکیه که جلال، آصف و فرخ بهش دستبرد زدن. خب این هنوز زنده است؟ آدرسشو پیدا کردم. 20 سال همونجا زندگی میکنه. میرم سراغش. فکر میکنی فایده هم داشته باشه؟ این پرونده بیشتر خانوادگیه. بنابراین طبیعیه که همه هوای هم دیگه رو داشته باشن. تک تکشون یه چیزایی برای نگفتن دارن، اما انگار از کارهایی که کردن پشیمونن. حتی از یاداوریش میترسن و جرئت نمیکنن دست از پنهانکاری بدن. اینجور که تو میگی، ما با یه ویرونه خوشاب و رنگ طرفیم که کلی خدم و حشم خوش ظاهر داره. باید از قاضی پرونده اجازه بگیریم و جلال اینجا بیشتر نگه داریم. خودش هنوز نمیدونه، اما با برگشتنش چیزایی رو از زیر خاکستر درآورده که حالا میتونست مخفی بمونه. باشه، من مجوزشو برات میگیرم، اما یه شرط داره. بعد وقتی این پرونده بسته شد، یه تغییری تو این سر و وضعت بدی.
خصوصا رویش تو درست کنی. چشم قربان. با وجودی که خیلی بهش عادت کردم ولی چون خلاف مقررات امر شما اطاعت میشه. اصلا میلی به چیزی ندارم. دو روزه هیچی نخوردی. منو ببر خونه. خودت هم برو استراحت کن. دلم خواهد تنها باشم. بهتره چند روز خونه نری. مامانم گفتش که... گفتم میخوام تنها باشم لیلا. به اندازه کافی هممون تنها هست. با کل شقی نه مادر تو زنده میشه. نه پدر من آزاد. تونستی پدرتو ببینی؟ نتونستم باش حرف بزنم. بغض گلومو گرفته بود. به خاطر تو، به خاطر پدرم، به خاطر ناهید. بله. سلام خانم، میتونم با آقا مهتاد صحبت کنم؟ شما؟ من یکی از دوستانشون هستم. موبایلشون خاموش بود، مزاحم شما شدن. شمارتون رو از پدرشون گرفتم. بله، گوشی؟ کیه؟ نفهمیدم. صداش آشنا بود ولی نشناختم. میگه با تو کار داره. بله؟ کمالی هستم آقا مهتاد. نذارین لیلا خانم بفهمه من کیه. با تون کار دارم. از ماشین پیاده شدم، حرف بزن. تو معلوم هست کجایی؟ از فوت مادرتون خیلی متاسف شدم. یه آدرسی هست که... صدات نمیاد، بلندتر حرف بزن ببینم چی گفتی؟ گفتم یه آدرس میدم، بیا اونجا. تنها. به هیچ کس هم حرف نزن. صدامو شنیدی؟ یه چیزایی هست که باید بهت بگم. چیزی شده مرداد؟ نه. من فقط یه قراری دارم. تو رو میرسونم کارم که تموم شد باهات تماس میگیرم. خب منم باهات میام، اشکالی که نداره ها؟ نه، باید تنها برم. ببین تو اونقدر حالت خوب نیست که بتونی رانندگی کنی. گفتم که باید تنها برم، میفهمی؟ باش. من مزاحمت نمیشم. مراقب خودت باش. باشه، خدا. پاک دیبونه شده.
خوبه. تبریک میگم. وضعیت جدید روی همسر عزیزم. جدا تبریک میگم. مردن یه آدم بیگناه اینقدر برات بی اهمیته؟